به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. آقا نمیشه یه روز ما این براندازان و حامی‌هاشون رو در صدر اخبار نبینیم، یعنی سیرکی رو انداختن برای خودشون جهانی و بین المللی. این خبر رو داشته باشین: گلریز قهرمان از حامیان اختشاشات سال گذشته به دلیل دزدی از یک فروشگاه لباس در کشور نیوزلند مجبور به استعفا از پارلمان این کشور شد. یا اون یکی تیتر زده: استعفای گلریز قهرمان نماینده ایرانی تبار پارلمان نیوزلند در پی اتهام سرقت از یک فروشگاه لباس. بله، آزادی خواه دیروز شده دزد امروز دوستان، یعنی سر و تهتون رو بزنن همینین. آخه فروشگاه لباس؟ حالا واسه اینکه بهتر این رو بشناسین به این تیترهای من و تو و اینتراشغال نگاه کنین. برای توقیف دارایی عوامل کشتار مردم ایران در تلاشیم. نماینده ایرانی تبار پارلمان نیوزیلند موهایش را در همراهی با اعتراضها کوتاه کرد. یه نگاهی هم به تاریخ ها بندازیم بد نیست دوستان. فکر کن شغلت نماینده مجلس باشه، بهترین حقوق رو هم بگیری، بازم ذهن دنبال دل دزدی باشه. این حجم از دریوزگی فقط از کی برمیاد؟ شما بگین. اگه فرصت بود و علاقه داشتین بگین تو ویدیوهای آینده در مورد این خانم و اقداماتش و البته رفقاش بیشتر صحبت کنیم. فعلا بریم یه خبر داغ بهتون بدم. به گزارش اسکای نیوز، بر اساس توافق صورت گرفته میان تهران و مسکو، گونه جدیدی از پهپادهای ایرانی با نام شاهد 107 در اختیار روسیه قرار گرفتند. این پهپاد دارای بدنه کشیده و دم وی‌شکل بوده و از خانواده پهپادهای شاهد 101 محسوب می‌شود. بیزنس اینسایدر هم در این راستا گفته که این پهپاد جدید دارای بدنه 2.5 متری بوده. طول از سر دو بال آن به 3 متر میرسد که از خودرو پرتاب شده و احتمالاً بیش از 1400 کیلومتر برد دارد. گفته می شود این پهپاد نوعی مهمات پرسه‌زن است که ضمن برقراری ارتباط دو طرفه با اپراتور می تواند اهداف متحرک، سیستم های پدافندی، سیستم های راکت انداز و موشک انداز، توپ های خودکششی و غیره را کشف و منهدم کند. پیشتر هم گزارش های مبنی بر احتمال ورود شاهد 101 به روسیه مطرح شده بود که تا الان مستند نشده. ضمن اطلاعتون باید بگم دوستان که این پهپاد در چندین عملیات علیه آمریکایی ها توسط عراقی ها به کار گرفته شد و خودش رو به خوبی ثابت کرد و سامانه های پدافندی دشمن رو یکی یکی دور زده. فعلا که مقامات کشور و البته مقامات روسیه در این رابطه مثل همیشه اظهار نظری نکردند. حالا تا بحث صادرات تسلیحات هست، این تصویرم ببینیم. آمریکا بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان هست. خود تصویر گویاست و اصلا نیازی به توضیح نداره. و چطور میشه که با این حجم از تسلیحات در دنیا هنوزم گیر به قول خودتون گروه های شبه نظامی باشین؟ در آخرین مورد مثلا شب گذشته مقاومت اسلامی عراق به پایگاه آمریکایی ها به اسم همو در غرب فرودگاه قامشلی روسیه با چند موشک و پهپاد حمله کرد. این حمله خیلی با حملات قبلی فرق داشت دوستان. به نقل از منابع محلی در این منطقه حجم آتش بسیار سنگین بود و صداهای برخورد موشک‌های با سر جنگی سنگین به وضوح قابل شنیدن بود. فعلا که تصویری از این حمله منتشر نشده. حالا داستان اونجا جالب‌تر میشه که در پایگاه همو عناصری از رژیم صهیونیستی حضور دارن و به نوعی میشه گفت که این پایگاه خونه امن صهیونیست هست. اما این حملات دقیقا همزمان با توییت مقام معظم رهبری در توییتر آغاز شد. این حساب در یادداشتی نوشت: بگذارید جبهه مقاومت در برابر غصب و استکبار آماده باش باشد و از فریب دشمن غافل نشوید و به یاری خدا به هر کجا رسید ضربه بزنید. بعد این ماجراها جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید، در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه انصار الله یمن درباره حملات در دریای سرخ گفت: از حوثی ها می‌خواهیم حملات در دریای سرخ را متوقف کنند، در صورت ادامه آنها مسئول اقدامات خود خواهند بود.
حوثی ها حق انتخاب دارند یا می توانند حملات در دریای سرخ را متوقف کنند، یا اگر حملات در دریای سرخ متوقف نشود مسئولیت آن به عهده خودشان خواهد بود. واقعا تاثیرگذار بود. آخه حق انتخاب، واقعا خودتون خندتون نمیگیرم چنین کلماتی رو به زبون میارین. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در راستای تکرار اتهام های این کشور علیه ایران در مورد عملیات ارتش یمن در دریای سرخ مدعی شده که ایران به حملات دریای سرخ کمک کرده و آنها را برانگیخته است. وزیر خارجه آمریکا میگه برای ایرانی ها روشن کرده ایم که حمایت آنها از انصار الله یمن باید متوقف شود. و همچنین در ادامه ارتش یمن را تهدید کرد که اگر عملیات آنها در دریای سرخ ادامه پیدا کند عواقبی وجود خواهد داشت. بله همینطوره، هر هفته دارن همینا رو میگن دوستان، اما اصل داستان رو همه دنیا داره میبینه و اصلا هم نیازی به توضیح من نداره. یعنی فقط جیبوتی آمریکا رو قهوه‌ای نکرده بود که زحمتش رو کشید. یادتون هست وقتی ایران با جیبوتی ارتباط برقرار کرده بود چقدر همین غرب‌گداها کلی بازی در آوردن و چقدر علیه ایران حرفای حقارت‌آمیز زدن. خب امروز همون جیبوتی کل هیکل آمریکا رو قهوه‌ای کرده که نظری نداری آقای عقده‌ای؟ رسانه عربی نوشته جیبوتی درخواست آمریکا برای استقرار پرتابگرهای موشک در این کشور با هدف حمله به یمن را رد کرد و به آمریکا گفته است که تنها راه توقف عملیات یمنی‌ها پایان دادن به جنگ غزه هست. دفعه قبلی که در مورد جیبوتی صحبت کردیم یکی از عزیزان یک کامنت نوشته بود حق، حیف شما هم نبینینش، نوشته که عاشقتم جیبوتی، دمت گرم، حداقل این چند سال با ذره بین رو نقشه دنبالت میگشتم، زحمتم هدر نرفت و یه حرکت مثبتی زدی. دوست عزیز منتظر کامنت بعدی در مورد این کشور هستیم. اما عرض شود که در طرف مقابل هم یمن با هشدار به برخی کشورهای عرب منطقه گفت کشورها مراقب دام آمریکا برای نظامی کردن دریای سرخ باشن. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد از همه کشورها میخواهیم مراقب باشند در دامهای آمریکا که هدف آن نظامی کردن دریای سرخ برای خدمت به اسرائیل و تشویق آن به ادامه تجاوزات وحشیانه خود علیه نوار غزه است نیفتند. هر کس به عملیات نیروهای یمنی علیه آمریکا و انگلیس اعتراض کند با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. همونطور که همه میدونیم انصارالله این روزها در دریای سرخ امان آمریکا و شرکاش و ائتلافش رو بریده. دیگه خودشون دارن به این موضوع اعتراف میکنن. آخرین مورد هم همین کشتی انگلیسی بود که بعد از کلی بازی رسانه‌ای آخرش معلوم شد یکی از موشکای انصارالله نوازشش کرده. میبینین دوستان قدرت رسانه‌ای رو جوری همه چی رو وارونه نشون میده، یکی ندونه فکر میکنه هر چی هست نیست همینه. موفقم بودن ها، کلی از جوانای ایران رو با این روش ها و افکت های هالیوودی خام کردن دیگه، که الان بهشون میگی بابا داستان اصلی اینه، میگه نه آمریکا ابرقدرت دهن همه رو هم سرویس میکنه. آدم با بعضیا سر و کله میزنه انگار داره کفاره گناه میده، مثل براندازا لامصبا هیچی تو کلهشون نمیره. من از همین تریبون اعلام میکنم خدایا توبه میکنم، یا اینا رو شفا بده یا یه کفاره دیگه برام در نظر بگیر، قربونت برم. ولی یه چیزی رو دقت کردین، الان دیگه این نقشهشون هم برملا شده و ایرانی جماعت دیگه خام دروغهای رنگارنگ اینا نمیشن. از پایان احتمالی کار من و تو به پایان قطعی کار من و تو در 31 همین ماه ژانویه یا جنیوری خواهیم رسید، دیگه قطعی شد. در درازای این بازه زمانی از زمانی که ما خبر بسته شدن احتمالی رو پخش کردیم که تقریبا 50 روز پیش بود، تا به امروز امید داشتیم که هم میهنان توانمند و دلسوز و دغدغه‌مند و مسائل ایران و هم میهن بتونن پا پیش بذارن و دست یاری آره این کشتی من و تو رو به یک ساحل امنی برسونن که بتونیم همچنان در خدمت رفقا باشیم. اما خب این مهم رقم نخورد. یعنی چه شارلاتانایی هستین شما، مردم ایران بیان پول شما رو بدن؟ واقعا چه رویی هم داره؟ میگه آقا چرا پول جمع نکردین واسه ما بفرستین ما به دروغگویی و خزعبل بافیمون ادامه بدیم، الان مجبوریم بریم یه جای دیگه دست دراز کنیم. شما که تخصصتون همینه، برین جای دیگه رو هوا میزننتون. قطعا به این مسئله خواهیم پرداخت که چرا ما ایرانی ها اونطور که باید و شاید پشت هم دیگه نیستیم و هوای آنچه که داریم رو نداریم. کار به اینجا کشیده، ما داریم رخت برمیبندیم از رسانه فارسی زبان. این برای من ترسناکه، من خیلی از این میترسم و خیلی بهش فکر میکنم. یک نیروی مگنتی آهنربایی بود به نام من و تو، ما رو دور هم جمع کرده بود. این من و تو نباشه
مطمئن باش این جمع دیگه اون جمعی که بود نخواهد. بیشتر یکی دو تا بچه‌ها حالا هر از گاهی به هم سر بزنن برن بیان، ولی هر کس میره دنبال روزمرگی خودش، دنبال زندگی خودش، دنبال مشکلات خودش و قطعا دیگه این جمع اونجوری نخواهد. برای ما به شدت دردآورتره. یعنی پول دور همی هاشون رو هم انتظار داشته مردم بدن. بعد مگنت من و تو از کجا آوردی لامصب؟ فقط اونجا که گفت چرا ما ایرانی ها پشت هم نیستیم، واقعا کوری نمیبینی؟ ایرانی واقعی اینان، نه شما. تا شما این عکس رو ببینین منم رخت ببندم تا ویدیوی بعدی. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.